تا 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 چطور شدم؟ جهان خیلی هیجان زدم برام آرزوی خوششانسی کنه، امشب خیلی خوش بگذره. چی شده؟ وایسا وایسا. جهان چی کار میکنی؟ این گردنبند گلفام خانومه. من راستش میخواستم برات یه چیزی بخرم، میخواستم برم بیرون، سعی کردم ولی نتونستم برم. گل رو جهان زده به سرت نمیشه. نه 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 اینو در بیار، زود باش. خیلی بهت میاد گل رو، خیلی بهت میاد. خیلی خوشگل شدی جهان. نکن تو رو خودم، اگه میشه گلفام خانم خبر نداره مگه نه؟ آقا جهان وقت داروتونه. گل رو تو هم برو بیرون. چشم. گل رو بهت خوش بگذره، خیلی خوشگل شدی. مرسی. حالا برای چی اونجا خشکت زده؟ برو دیگه. ام باشه. برو. تو بر کسی سود بزنه نگاه میکنی؟ ای چرا اومدی دم در؟ قرار بود سر کوچه وایسی. کار بدی کردم؟ خیلی ناز شدی. تو هم خیلی خوشتیپ شدی. وای ازت ممنون. میگم 100% خودشه. شنیده بودم وقتی برگشته مدیر بیمارستان سپاهی شد. من نشنیده بودم ولی خیلی تعجب کردم. امید هایی که مقلوب کشور برمیگرده و ما خبردار نمیشیم. ولی خیلی خوش دیده. خوش اومدی. خیلی منتظرت گذاشتم. منم تازه اومدم. ممنونم. میبینیش؟ چطوری؟ خوبم. خوش اومدی دختر. خیلی خوشگل شدی. خیلی خوشگل شدی. ممنونم. سلام. سلام علیکم. چه خبر؟ خوش اومدی. مرسی. مرد لاله اینا کجا؟ آها برو چقدر خوشگل شدی عزیزم.
بیاین دیگه، واسه نشستن نیومدی، پاش خیلی خوب باشه، ما میایم. بیا دیگه، بیا. نه بابا چه رقصی دختر؟ یعنی چی نمیرقصم؟ خواهش میکنم، این برای اولین باره. چرت و پرت نگو، من رقص مقص بلد نیستم، گیر نده. برو بیا دیگه. خیلی بیا. خوب باشه، الان میام. هنگ میخوای برقصی برو برقص. من میخوام با تو برقصم. گلو با عرض معذرت ما میریم برقص. نه نه نه، من همینجا راحتم، دارم میگم همینجا راحتم. انگار یکم طول میکشه تا قلق بیمارستان دستم بیاد. هنوز دارم آشنا میشم. سخت گیری. باید اینطوری باشم. مدیریته. مسئولیتش با پزشک بودن متفاوته. یه سری به بیمارستان بزن. گلفا. ببخشید حواسم نبود. عادت ندارم پیش کسی باشم که بیشتر از من جلب توجه بکنه. ببین، تو اینو بهتر از من میدونی. بزرگترین مشکل خانوما خود خانوما. پس خانوما درسته؟ یه چیزی بگم. من از این نگاه ها خیلی خسته شدم. میشه قهوه رو تو خونه بخوری؟ البته. ای بابا مرد، فقط رفتم یه کمی علکی خودم رو تکون دادم. درست حسابی که نرقصیدم، به تو هم که گفتم بیای نیومدی. تو رو خود اخماتو باز کن. خب گل، واسه تابستون برنامه ریزی کردی؟ آره، باور کن ما با بورچین و براکینا یه برنامه عالی ریختیم. حتی به نظرم اگه شما با مرتی این عالی میشه. مرتین تابستون کار میکنه، منم میخوام کار کنم که دیگه نونخور بابام نباشم. آه راست میگه، وگرنه حتما میومدیم. بابات هم پشت سرمون یه کاسه آب میریخت. ما این تعطیلات معطیلات رفتنو نداریم، قبل عروسی حرف در میاد. چقدر این بچه بانمکه. بگذاریم، همین زودی ها عروسی مونه، به فکرشیم که عروسی رو همینجا بگیریم. مگه نه عزیزم؟ عجب، یعنی اینجا پایین‌تر نمیشه دیگه. منظورم اینه که جاش خوبه. خب بگذاریم، شما دوشیم از این گل رو جشن نامزدی دارین؟ تا قسمت چی باشه؟ هست بابا، نامزدی عقد عروسی، بخور بخور. شما هم تشریف بیارین تو سالن عقد یه قصر بزرگ. مرد مرد بودی نه؟ آره مرد بودی. میخوای با هم یکم گپ بزنی؟ تو چی کارا میکنی؟ کارت چیه ها؟ کارا خوب پیش میره؟ شب آخره دارین از کار حرف میزنی؟ راستی تو تیپ مانکنا رو داری ها؟ راستی از کجا فارغ تحصیل شدی؟ از مدرسه زندگی. از دبیرستان گلتپه ترک تحصیل کردم داش. این دوستت خیلی بیمزه است. چون تو خوشت نیومد بیمزه شدم. ها؟ خیلی خنده دار بود؟ ای مرد، همیشه منو تو دستشویی ببری؟ حالا دو دقیقه خودتون نگه دار، داریم با رفیقمون گپ میزنیم. میخوای بگی خیلی با مزه یاره؟ بچه دبیرستانی؟ مرد داری چی کار میکنی؟ بیا اون پایی، بس کن! دستتو بکن، دستتو بکن! خواهش میکنم مرد! بس کن دیگه، باشه بیا بریم. مرد، آره خوبه، بیا بریم. داری چی کار میکنی؟ آبرومو بردی مرد، بسته دیگه، بسته. چی بسته بابا؟ چی بسته؟ بس چی من آوردی اینجا؟ ها؟ برای اینکه باعث تفریح دوستات شم؟ خوردیم خوردیم بالا آوردیم،
چون تو دبیرستان ترک تحصیل کردم مسخرم میکنین؟ واسه این اومدیم اینجا؟ من خواستم پیشم باشی. من اومدم پیشت باشم، ولی تو پیشم نبودی. بحث تحصیل که اومد وسط، گل رو خانم مثل همیشه چیم شد. چرا؟ چون تو هم مثل اونایی، تو هم منو تیکه خودت نمیبینی. من فقط دیگه بسه. میدونی چیه؟ منم از تو خسته شدم، اما تو هم از اون زندگی کوفتی که میخوای جزش بشی. امکانش بود پیاده میشم. ممنونم، مرسی. تو برو بشین، من بگم قهوه ها رو آماده کنن، بعدم برم بالا یه چیزی بپوشم، خیلی سردمه. باشه. امید، نظرت چیه که با هم دیگه بریم بالا، همونجا قهوه رو رو تراس اتاق من بخوریم، چطوره؟ من همینجا منتظرت باشم بهتره. فقط یه هم صحبتی کوچیک رو تراس. نه ترس، نمیخورم. این اتاق رو یادمه. واقعا میگی؟ هنوز کامل جا به جا نشدم، باید یه کمی تغییرش بدم. گل بابونه. اصلا دوست ندارم. اینا طرحای تو هم؟ قشنگه.
گلفام. میدونم چی میخوای بگی، اما تو اینا رو سالها قبلم بهم گفتی. الان چیزی نگو. امشب هیچی بهم نگو. صدای چی بود؟ حتما باد بوده گلفم. گلفم بریم تو بالکن هوا بخوریم. گلفام حتی چند ثانیه به گذشته برگشتنم اینقدر عصبیت میکنه. تو گذشتم چیزی بیشتر از یه بوسه کوچیک نبود. به گذشته بر نگشتم، فقط تو بازم غافل گیرم کردی. مثل همون روز. من دیگه برم، فردا خیلی کار دارم. شب بخیر. نگاش کن، هنوز بیدار نشده. خدا میدونه دیشب چی شده. آبجی دارم از کنجکاوی میمیرم، بیدارش کنی؟ بالشو بده من. سام بخیر، سام بخیر، سام بخیر، سام بخیر، سام بخیر، سام بخیر آبجی. بسته دیگه، از که یه منتظریم بیدار شی. تعریف کن ببینم دیشب چی شد. آره آبجی خیلی کنجکاوی. هیچی نشد، خوب بود. حالا که تو نمیگی عکس‌ها به همون میگن که چی شده و چه خبر بوده. نتونستم عکس بگیرم، ولش کن بابا. یه چیزی شده آبجی، بگو چی شده. چی شده؟ خب بگو. دخترا بیدار شدی؟ صبح بخیر بابا. صبح بخیر عزیزای دلم. من میرم تو محله چند تا خونه ی اجاره‌ای ببینم. امروز فرداست که کسی رو جامون پیدا کنن. باید یه سقفی واسه یه بالا سرمون پیدا کنیم. چیچک دخترم، اگه حاضری تو رو تا ایستگاه برسونم. باشه بابا، الان میام. بریم. پشت.
دیگه جوابشو نمیدم. آبرومو برد. از خجالت آب شدم رفتم تو زمین. باید قشنگترین شب زندگی میشد ولی خراب شد. تو وقتی با این طرز فکر پیش میری همینه که هست. اینو وقتی دانشگاه قبول شدیم بهت گفتم. شما دیگه با هم دیگه جور نیستین. اینکه از وقتی چشم باز کردم مرتو دیدم و دوست بچگی هستیم و اینجور حرفا همش چرته. گوش کن ببین چی میگم. اگه مختو به کار نندازی برای خودت یه شوهر پولدار پیدا نکنی، تو میمونی و یه پسر یلاقبا که زندگیتو براش گذاشتی. از من به تو نصیحت. چی کار میکنی؟ جواب تلفنامو که نمیدی. راه دیگه ای نداشتم. روحش اینه مرد؟ روحش این از سیفون مردم به پری؟ بیا برو برو راه بیوف. کسی ندید بابا. بهت میگم راه بیوف. یعنی چی کسی ندید؟ برو بیرون ببینم. برو برو بیرون. بگو ببخشی تا برم. مرد چرت و پرت نگو، یکی میبینه. چی میخواد ببینه؟ ولم کن. بیا ای بابا ول کن. اگه وقتی اونطوری اومدی کسی میدید چی کار میکردم؟ از رو دیوار پریدی؟ اگه بابا میدید بهش چی میگفتم؟ اما خب تو که این چیزا برات مهم نیست، هر کاری که دلت میخواد انجام میدی. قبول. اصلا من یه دیوونه نفهم، ولی تو میتونی آدمم کنی. باید آدمم کنی گل رو. بیا دیگه عیزم. حسن خدا منو با کاش راحت چی خوبه؟ راضی شدی؟ ای مرد الان میخوای چی بگم؟ بگم ایشالله. من نمیخواستم دیشب اون کارا رو بکنم. یه های خونم به جوش اومد. خب حسودیم میشه، جیگرم میسوزه چون دوستت دارم. آره ببخش دیگه عیزم، ببخش. حسن مگه میشه من بخوام شب تو خراب کنم؟ ها کاش مشکل فقط همین یه شب بود. هم مشکل چیه؟ ها؟ چرا ساکتی؟ خب بگو دیگه، بگو مشکل توی، بگو مشکل جور نبودنت با اون دوستای درجه یک پول دارمه. چه دوستی بابا؟ چه دوستی؟ هنوز داری از بقیه حرف میزنی؟ ولی من دارم تو رو میگم، من و تو. البته اگه از تو بپرسن میگی ایراد از هر کسی هست جز خودت. تو بزرگ نشدی، هنوز یه پسر بچه ای. آقا امید یه لحظه، من میخواستم در مورد دیشب. شما من اونجا دیدین؟ خب فکر کنم به خاطر اینکه دیشب ما رو دید میزدی داری سعی میکنی عذرخواهی کنی. من شما رو دید نمیزدم. خب آره دیدمتون، فقط البته به چیزی نگاه نکردم. از کدوم بیشتر خجالت میکشی؟ از اینکه ما رو دید میزدی یا از گیر افتادن تو اتاقی که بدون اجازه وارد شده بودی؟ از هر دوش.
پس این وسط یه درس عبرت باشه. دیگه قایم موشک بازی نکن. شما دارین مسخرم میکنی. درسته که برای اینکه مسخرت کنم کلی بهونه دستم دادی، اما من مسخرت نمی کنم. حسن بگو ببینم تو اتاق گلفام خانم چی کار داشتی؟ یه لباس شب تازه میخواستی؟ لباس شب نمیخواستم. ای بابا، من فکر میکردم دارم میمیرم. تو بد شرایطی بودم، همه یه رازم هم اون موقع بهتون گفتم. شما هم دارین همشو تو سرم میزنین، زشته دیگه. کاش به کسی که فکر میکنین دوسته کمک نمیکردین. یکم گندش نمیکنی محرم اسرار؟ میتونین مطمئن باشین غیبت شما گلفام خانمو جایی نمیکنم. اما من محرم اسرارتون نیستم. جهان، جهان، صبح بخیر گوجو. جهان ببین، باید اینو ببری بذاری سر جاش. رفتم تو اتاق ولی نتونستم، دیگه نمیتونم برم اونجا. جهان صدامو میشنوی؟ جهان ببین، من اینو میذارم اینجا. خب وقتی بیدار شدی ببر بذار سر جاش، باشه؟ خیلی خوب. خوب اینطوری هم اگه تو قبل از بیدار شدنت کسی بیاد اینجا میفتی تو درد سر. تا فردا صبح سند رو برای امضا آماده میکنم، حدود ساعت 10 اینجا. خیلی ممنون. روز خوش. خب امیدوارم شراکتمون خوب پیش بره. امیدوارم. گلفام، خب راستشو بخوای دوست، بی حیا، بی ادب، نمک نشناسته شدت میدم. بیا اینجا ببینم. با بیا زنی که داره چی کار فقط کنی؟ همین کارت مونده بود خالدی. نشون بده، بهت میگم نشون بده. دستتو باز کن، زود باش، نشون بده مشتتو باز کن دختر. گردن بندی که تازه خریده بودید تو اتاق وقتی داشت میدوزیدش گیرش انداختم. نمیدوزیدمش. گل رو، گل رو دخترم، چه خبره؟ وقتی داشتین اینا رو میخریدین از دم در دید میزد، همون موقع بهش شک کردم. معلومه از قبل براش نقشه کشیده. من هیچ نقشه ای نکشیدم. همش مثل یه بچه گربه دوروبر اتاق پرسه میزدی. خدا میدونه دیگه چیا دوزیدی و ما نفهمیدی. چرا به خواهرم تهمت میزنی؟ مؤدب باش خالد خانم. گل رو دخترم، راستشو بگو، بگو جریان چیه؟ حتما یه دلیلی برای این کار داشتی. تعریف کن، حرف بزن دیگه، زود باش، زود باش بگو. با تو هم میتونه این کار کنه؟ میتونه حرف بزنه؟ میبینین که لالمونی گرفته. دختر من به خاطر این چیزا ساکت نمیشه. زود باش دخترم، تعریف کن، بگو من ندوزیدم. صالح خان بی خودی هرس نخور، چیو قراره تعریف کنه؟ دختره چی داره بگه؟
دختر تو یه دزده. کافیه خالده خانم. تو اتاق کار منتظرم باشین خالده. بابا امید من بعد از بابا بابا آروم باشین اینجا بشینین تکیه بدین. تو خونه دستگاه فشار خون دارین؟ آره داریم الان میاد. زود باش به خونتون فشار نیاری. آروم باشین چیزی نیست. آروم باشین. گلفام خانم پدر خدا بیامرزتون به اینا خیلی رو داده بودن، حالا آسترشو میخوان. فکر میکنن ویلا مال خودشونه، تو همه اتاقا سرک میکشن. چند روز بهشون گفتی برن ولی هنوز اینجان. من همین الان به پلیس زنگ میزنم. بس کن. پلیس چیه؟ خود شیرینی نکن. دختر باغبون دزدی میکنه، پدرش حالش بد میشه، خواهرش دادو هوار میکنه، تو هم آتیش بیاره معرکه شدی. کل امارتو گذاشتین رو سرتون. این چه وضعیه؟ اونم جلوی امید. گلفام خانم من فقط گل رو تو اتاقتون. کافیه. چند ساله تو این خونه کار میکنی خالده؟ از وقتی من به دنیا اومدم. وقتی تو هنوز یاد نگرفتی چطور باید رفتار کنی؟ من چطوری تو رو تو این خونه نگه دارم؟ ها خودت بگو. منظورتون رو نمیفهمم گلفام خانم. تو این خونه همه چی باید بی سر و صدا حل بشه. فهمیدی چی گفتم؟ دیگه نمیخوام اون باغبون و خونوادشو از فردا اینجا ببینم. پولی هم بابت تسویه حساب نمیدم. خودت راهشو پیدا کن بی سر و صدا. تو را هم خاله جان دارم میام. باشه منتظرتیم. فقط با احتیاط رانندگی کن. محبوبه به آشپزخونه سر زدی؟ همه چی آماده است؟ بله ماجد خانم حاضره. به محض اینکه امید بیاد پذیرایی شروع میکنن. خب خاله خانم بالاخره بعد از 3 روز التماس و خواهش و تمنا آقای دکتر برای نهار به خانواده‌شان وقت داد. چون بین ما فقط امیده که کار میکنه، ما باید با اون هماهنگ بشیم نه اون با ما. مگه نه شوکت جان؟ محبوبه حواستو جمع کن دیگه، چه خبرته بابا؟ ببخشید شوکت. تانر میدونه عموش میاد، امیدوارم دیر نکنه. زنگ زدم بهش یادآوری کردم ولی اگه بخوای... یادآوری کافی نیست، همین الان بهش زنگ بزن بگو بیاد خونه. چشم. اون لباست هم عوض کن. عوض کردم دیگه. خب بازم عوض میکنم. غذاهایی که خواسته بودین خودم برای امید درست کردم. دست پختم و دوست داره. کی خواست درست کنی؟ تو پسر تو پیدا کن و سر میز بشون. تو هم دیگه جلوی خدمتکارا سر زن داد و بیداد نمی کنی. من باز میکنم محبوبه. امید خاله عزیزم چطوری پسر؟ خوبه. ای جون دلم بیا تو. شوکت خوش اومدی. چطوری محبوبه؟ خوبم. بریم عزیزم. با من لج نکن دختر، حرف بزن دیگه. اخراجمون کردن، گفتیم لااقل یه پولی میذارن کف دستمون. دیدی چی کار کردی؟ خالده وقتی میگفت بهتون پول نمیدن نیشش تا بناگوش باز بود. گفتیم تا خونه پیدا نکردی میذارن همینجا بمونیم. حالا چی میشه؟ چی کار میکنی؟ خالده رو سرسلش دادی؟ دلم کن جلوی آقا امید آبروم رو بردی. چند سال منتظرم تو بیمارستان یه کار درست حسابی پیدا کنم. 2 روز نشده فهمید خواهر من یه دزده. مگه اصلا دیگه به من کار میدن؟ خدا میدونه با خودش چه فکری میکنه. برام مهم نیست اون دکتر از خود رازی در موردم چی فکر میکنه قنچه. در مورد تو نه، در مورد من چی فکر میکنه احمق. اصلا میدونی اون دکتر از خود رازی کیه؟ میدونی اون چقدر آدم مهمیه؟ اصلا این چیزا حالیت میشه؟ برام اصلا مهم نیست.
من تو رو میکشم. خب چی بس دیگه؟ خب تو میکشم. تمومش کنین بابا. بابا دخترتو ببین، لچ کرده حرف نمیزنه. خب بگه ندزدیدم. ما که میدونیم اون این کارو نکرده. خب بره بگه، چرا حرف نمیزنه؟ به خاطرش از کار بیکار میشم، به خاطر ندونم کاریش باید همه چیو جمع کنین دوباره بریم خونه آبجی. از اتاق بریم بیرون، شروع کنین به جمع کردن پذیرایی. زود باشین. بابا بسه، تو هم پاشو جمع جور کن. زندگی همینه دیگه، تو یه چشم هم زدن میگذره و میره. انورخان خیلی دوستت داشت امید، مثل پدر واقعیت بود. این پیکو میخورم به سلامتی دکتر معروفمون و مدال‌های افتخاری که برامون به ارمغان خواهد آورد. تو چرا نمیخوری محبوبه؟ من سیرم. محبوبه ترجیح میده غذاشو تو آشپزخونه بخوره. خودم میرزم. این چه حرفیه نوشه جان؟ الان میارمش. محبوبه خواهش میکنم بشین، خودم برمیدارم. محبوبه بشین. ورزش چطور پیش میره؟ به نظر فرمی آی؟ ادامه داره. ببین خاله خانومم ورزشو شروع کرده، میبینی چقدر لاغر شده؟ از صورتش معلومه. اینقدر لودگی نکن شکرت. تنرم اومد. امید برادرزاده ده ثانیه دیگه اینجاست. پسرم شکر. ایداد بیداد. تانر پسرم یه چیزی بگو. شکر تانر یه چیزی بگو. پسرم اون بچه چشه تانر. چی شده؟ باشه من تانر دوباره کنم. یواش مواظبش باشی. آروم یواش آروم تا عجله سرشو بلندش نکنی. یعنی چی شده بچه؟ تانر صدامو میشنوی؟ تانر Thank you.